y غزوه احدس که با ادامه جنگ بدر صورت گرفته، که غزوه بدر به خلم غزوه پنجم بود، این غزوه دهم از پیش از وام محمد رفته دیگه جایا را به حساب چور انداخته و کاروانا را گرفته و اینا، اما یکی از جنگ های مهمه. شما می فهمین که رسول الله از طرف خداوند کمک می شد در جنگ ها. در برنامه 1075 مگه ندیدین ای را باید 100% ببینین. ما آیات قرآن در اوجا آوردیم که چطور خدا محمد در جنگ ها کمک میکرد. در خود قرآن آیاتش هست که ما برد فرشته رایی میکنیم که ما اتو میکنیم که ما اتو، یک کلش در اوجه هست. حالا ما او را در ایجه نمیتانم گد بتون، بسیار زیاد میشه. اما ما ای را از روی از این کتاب میخوانم، شما باز میتانین که خودتان برین در اون جایی که شما فکر میکنین که درست است، اما او را در اوجه بخوانین. ای را ما از تقریبا از آخر شروع میکنم، از آخر از این غزو. معمولا در کتابایی که شما این قصه را میخوانین ایجا اکتیاد لافا و دروغا پیش از او گفته میشه که شما را ذهنن آماده بسازه که بعد از او هر چیزی که می کل از او را قبول کنین. اما اصل قصه را ما برای شما میخوانم از یک زنه که در اونجا بوده. ایجا صفحه 669 و ای بخش دومه از ای کتاب، ای دو بخش داره، در بخش دوم این نوشته شده. و ام اماره زن بود و اول مصاف مشک آب برگرفته بود و مسلمانان را آب میداد. ای میگه ای زن بود که در اموجه بود، مشک آب گرفته بود و مسلمانان آب میداد. و وای حکایت کرد که اول ظفر مسلمانان را بود و میگه او گفت که اول مسلمان ها جنگ برده بودند، بعد از آن چون کافران غلبه کردند مسلمانان هم پراگنده شدند. بعد از او که کافرها غلبه کردند مسلمان ها پراگنده، یعنی باختن و گریختند. و من در آمدم در خدمت سید. این رو سعی کنین که شما فکر میکنین که رسول الله چی یک آدم با جرأت شمشیر عادتش که میزدیس و او کفار میکش، اما سعی کنین که این زن چی قسم میکنه. میگه مسلمانان پراگنده شدن و من در آمدم در خدمت سید علیه السلام. مسلمان ها گریختن، محمد تنها ماندن و میگه او وقت دیگه ما آمدم در پیش روی محمد مشک اوسو ماندم که حال کفار نه رسول نکشه، حال دیگه جبرئیل نیست، جبرئیل مرده. هر جای جبرئیل می آمد که خدای تو گفته، جبرئیل خدای تو بگو ما فرشته رایی میکنم، ما ایت رایی میکنم. حال سعی کنین که کی محمد نجات میده، آیا جبرئیل می یا یک زن. و بعد از آن کافران غلبه کردن مسلمانان همه پراگنده شدن و من در آمدم در خدمت سید علیه السلام. هیچ کس نایستاده بود، کلگی رفته بود، سید ایلا کرده بودن، مگر دو سه تن از انصار، تنها یک سه نفر از مردم مدینه بودن. پس چون چنان دیدم دست سلاح برگرفتم و به خدمت سید علیه السلام در آمدم. سید معمولا یا خیمگه که از امو پوست حیوانات جور میکرد از جنگ دورتر، دیگرها را میگفت که بچه‌م شما برین در جنگ، ما در این خیمگه ششته ایم رابطه برقرار میکنم در آسمان که تا خداوند تلفن مخابره چیستم که پیغمبر خدایا بر ما ملک رایی کده، این قسمت رایی کده، این را بزنه تو. و او بیچاره میرفت خیالشان که راستی پیغمبر که تا خدا در رابطه است که ما کفار بکشیم. باز جایی که اینا میباختن میفتن شما لعودایی مان نداشتین، خدا ماند که شما نه شما کشته شوین، یا ایست که خدا میخواست که شما شهادت نصیبتان شهادت سعی کنین. حالا زن آمده، زن دست به سلا برده در پیش روی محمد استاد شده و می جنگه. اما محمد خودش ترکایی شیشته یک سپر دیجه خود گرفته و شمشیر نگرفته که بخیزه جنگ کنه، فقط اینم تا خود گرفته. ایره سعی کنید ما از روی کتاب میخوانم، ایره شما در اون کتاب که شما باور دارین در او برین بخوانین. هیچ کس نایستاده بود مگر دو سه تن از انصار. پس چون چنان دیدم دست سلاح برگرفتم و به خدمت سید علیه السلام آمدم و بیستادم و مصاف میکردم و کافران را به تیر و شمشیر از پیغمبر علیه السلام دور میکرد. پیغمبر ترکایی خود گرفته که کفار نزن اماره. و ای اماره که یک زن است، زن که او میداد شمشیر گرفته و تیر و شمشیر
مردم از رسول الله دور میکردم، تا آنگاه که دشمن از دشمنان خدای و رسول در آمد و گفت کجا است محمد تا من وی را بکشم امروز، یا وی مرا بکشد، و من از پیش وی باز شدم. این زن بیچاره میگه من ترسیدم از پیش رویش پس شدم، این نفر گفته بود که بیاری محمد چی شد که ما او را بکشم یا او مرا. و آن ملعون در آمد و شمشیر بر گردن من زد و پاره از گردن من ببرید. میگم هر چیز پیش رویشان پس کرده بودم، اما او کافر زد دمی گردن ما میزنه که بیچاره را میزنه. میگه یک توته گوشت هم از می گردن ما برید و شمشیر من با وای کارگر نشد. میگه ما هم زدم مگر شمشیر ما در سر از هیچ کار نداد، چون زره پوشه بود. پس چون کافران به جملگی حمله آوردن و دست تیر به سید علیه السلام داشتند، ابو دجاجه و سعد ابن وقاص رضی الله عنها بر سر سید علیه السلام بیستادند. در این وقت دیست یک دو نفر دیگه آمد که ابو دجاجه و سعد ابن ابی وقاص بود که آمدند به نزدیک پیغمبر که ازش دفاع کنند. ابو دجاجه خود را به سپر سید علیه السلام ساخت، میگم مثل یک سپر خود برای محمد ساخت، چنان که بر سر سید علیه السلام دوتا شد. محمد در اینجا خود پت کرده، ابو دجاجه میاد در سرش اتو خود سپر میکنه که یعنی یک از به تیرا میزنه در جان ابو دجاجه بخوره، اما محمد انوزام در موجه اما تو خود قید کرده پت کرده. هیچ نیست که مردانه بخیزه و جنگ کنه که اموام یک جام شهادت بنوشه یا جبرئیل بیا نجات بده. جبرئیل هم هیچ نیست، جبرئیلی که در کل جای است که خدای تو گفته، خدای تو گفته، خدای تو گفت، یا رسول یا رسول. آل جبرئیل هم هیچ خدا پت کرده در کدام جای. خدا سر محمد دوتا شد تا اران تیری که کافران می انداختن به وی می آمد و از سید علیه السلام مندفع می شد. خدا خم کده بود سر محمد، کافران که تیر منداخت که در جان از او بخوره و در جان محمد نخوره. پس سعد دوقاس پیش سید علیه السلام باز می ایستاد و مصاف می کرد با کافران و به زخم تیر ایشان را از سید علیه السلام باز می کرد و سید علیه السلام به دست خود تیر می ستد و به دست سعد وقاص می داد. میگه محمد باز در او حالت تیر می گیره و دست سعد وقاص می داد که دی بچیم خودش هم مطور یک تیر دی بچیم باز خود خم می کرد و او را می گفت فدک ابی و ام و امتی، خویانه که دیگه مچم که چطور اومد است و بران. و سعد وقاص در آن روز چندان تیر بیانداخت که گوشه کمان وی بشکست، پس چون گوشه کمان وی شکسته شد از دست بیانداخت و به سلاح‌های دیگر جنگ میکرد. نگه یک قد تیر سعد وقاص زد که همی کمانش هم شکست. یعنی سعی کنین که رسول الله در اون گوشه که بود در ایجا کافرها در جانش در ایجا آمدن، لشکر اسلام پراگنده شد، اینا آمدن و اوجا نفر آمده بود در سرش کیره نکشن و ای خودش نمت خدا گرفته بوده و نمیخیز که جنگ کنه که جام شهادت بنوشه. بازی نزی قصه در اینجا بسیار زیاد است و قتاده ابن نومان یا قتاده ابن نومان آن کمان که پیغمبر علیه السلام انداخته بود برگرفت و تا زنده بود نگاه میداشت آن را و این قتاده هم در روز احد زخم خورده بود. در جنگ احد اینمی نفر هم میگه اگزم زخم خورده بود در چشم خود، چنان که عدقه وی از کار بدر آمده بود، تیر در چشمش خورده بود، عدقه ازش بر آمده بود و به خدمت سید علیه السلام آمد و سید علیه السلام عدقه باز جای خود نهاد، باز چشمک شد که تیر رفته داشت. ایره سید علیه السلام ایره میگیره اتا درو میکنه در چشمش، باز سعی کنین ایره و باز حال اول شد بلکه بهتر از اول شد، باز چشمک از او جور شد تا آخر. یعنی محمد که اینقدر معجزه داشت که چشم که تیر خورده از چشم از عدقه بر آمده ایره میگیره میمانه که جور شه. حال سعی کنین که خودش یک کت سنگ میزنن دندانش میشکنه و اینا، بازنده اوجه معجزه نداشت که یک دندانک برای خود جور کنه. ایره سعی کنین. و یکی از صحابه حکایت کرد که ام انس ابن مالک ابن انذر رضی الله عنها در آن حال که شیطان از سر کوه آواز داد که محمد را بکشتند و کافران غلبه کردند و مسلمانان منهزم شدند، در آمد و عمر خطاب رضی الله عنها دید و طلحه و با جماعت از مهاجر و انصار که نشسته بودند از دلتنگی دست بر هم نهاده بودند مثل از اینکه گریه کنند. میگه در وقت که شیطان از سر کوه، حالا این باخت خود سر کی مندازن؟ سر شیطان. شیطان چی کرد؟ میگه شیطان از سر کوه صدا کرد که محمد کشتن، محمد کشتن. بازی ها گفتن او محمد دیگه کشته شده، که عمر در اوسو گیران میکرد، علی در اوسو کل از او والا. باز میگه در این وقت فلانه نفر آمد به یا گفت که
چرا گریه میکنین؟ چرا شتین؟ گفتن نه دیگه، محمد کشتن، کار خلاص شد. باز وا گفتن خبیایی که ما و شما هم جنگ کنیم، که ما و شما هم کشته شویم، که چی زندگی کنیم بدون محمد؟ در حالی که یپای هر کس در فکر جان خود بود. خود ای حالت محمد صلی الله علیه و سلم که ای جنگ بسیار چی شده که شیطان میگه صدا کرد که محمد کشتن، محمد کشتن، لشکر پراگنده شد، دلتنگ شد، کلشان گریه میکردن. امیر رسول الله یک دفعه صدا نکرد که لشکر مرا نکشتن، من همیجا هستم. اما خودمتو که پت کده بود، یک نفری را از پشت زره شناختش. خب سعی کنین که باز چی میگه. و اول کسی که پیغمبر علیه السلام باز شناخت، بعد از آن که لشکر به هم رسیده بودند و مسلمانان به عزیمت رفته بودند، یعنی بعد از اینکه مسلمانان شکست خوردند و کفار رسیده بود و سر و صدا شده بود که محمد مرده، اولین کسی که محمد شناخت از پشت از امو زرگکا، از حرکت چشمش، کعب ابن مالک انصاری بود. و وای حکایت کرد که من چنان که نگاه کردم چشمای سید علیه السلام از زیر سپر میتابید. خدا گرفته بود میگه من که دیدم در زیر سپر، دیدم که چشمکای محمد اما تو میتابید، اما تو خوش رنگ بودک سید علیه السلام. و من صدا کردم که او مردم من محمد دیدم، زنده است، زنده است. باز سعی کنین که سید علیه السلام چی میگه. سید علیه السلام اشارت کرد و گفت خاموش، خاموش. محمد خود در اوجه پت کرده، این لوده دیگه آمده که اینه محمد زند. محمد خوشیار شده، نگو که حال کفار خبر نشه که من زنده هستم، میان مرا میکشن. ای خوب صحیح شما گوش کنین که شما خود سر محمد کشتنی زدین، مردم هم میکشین، خودتان کشته میشین. در افغانستان چند میلیون نفر رب و رضای حق که ما به نام محمد، اینی محمد برو در یک کتاب دیگه که تو باور داری دمو بخوان، گمش که این کتاب از یهوداست. ولی اینه میره در تمام کتاب خانه‌های کشورهای اسلامی میخوانی، نیم نیک 80% عقایدت به اساس همی کتاب است. بیا یک ملا بگه یک کتاب غلطه که ما برش ثبوت کنم که نه، کتاب غلط نیست. ولی به هر حال در اینجا رسول الله اینمی جنگ است که دندان مبارک شهید میشه و زخم میگیره در پیشانیش. با سعی کنین این راله خب ای در صفحه 666 است. میگه پس چون ایشان را اسباب ها فراهم آمد و شیطان از سر کو آن آواز داد و حق تعالی خواسته بود که جماعت اصحاب کرامت شهادت بیابند، یعنی در ایج اقتیاد از زمین نفرای محمد کشته شد، باز میگه خدا خواسته بود که یا شهید شن، از او خاطر یاره کشتن، اگر نه خدا خود نمیماندشان. میگه از او خاطر شیطان از سر کو صدا کرد که محمد کشته شد. مسلمان ها از ایجا پراگنده شدن و گریختن. این کار که شد، باز میگه از امی خاطر بود که حق تعالی خواسته بود که جماعت از صحابه کرامت شهادت بیامند. میگه خدا میخواست که اتحاد رفیقهای محمد شهید شد، اینا رو برد در بالا از این خاطر. باز مسلمانان دل شکسته شدن و دست از هم بدادن، یعنی مسلمان ها دلشان شکست و گریختن و هر گروه به گوشه افتادند و پیغمبر علیه السلام تنها بگذاشتند. و گور تنها گور محمد دیجه تنها مونده که کل لگیرم شما فکر میکنین که محمد بود، کل گریخت یا خامده بودن که مال چور مندازن، حال گریختن. حالا که گریختن جبرائیل هم نیست و چی گپ میشه؟ و کفار در آمدند و سنگ بر روی مبارک وای زدند. و یک کفار لعنتی آمدند که ای سنگ متزنند روی رسول مقبول و سنگ دیگر بر لب و دندان مبارکش زدند و روایه وای بشکستند و یک سنگ دیگر زدند در دندانایش، یک دندان مبارکش شکستاندند و خون از رخساره مبارک روان شد. حالا ایجا دیگر جبرائیل نیست که بیای یک ملم بانه، بیای سنگ پس کنه. ایجا دیگر محمد که هر روز میگفت در برنامه 1075 بخوان که آیات قرآن که چقدر خداوند برش ملک روی میکرد. حالا دیگر رسول الله تنها مانده و از رخساره مبارک خون جاری است، دندانک مبارک هم شکسته و به دست مبارک خود خون پاک هم میکرد. اما تو کته دستای خود خون ها را پاک میکرد و چی میگفت؟ میگفت چگونه فلا یابن قومی که رخساره پیغمبر خود را خون آلوده کرده باشند. حالا خود پیغمبر او دیگران معرفی میکنه، میگه چطور یک قوم
بر از یا رستگار شوند. خدا یارا ببخشه که دندان اگه پیغمبر خود زدن شکستاندن، رخسار پیغمبر خود خونالود کردن یک قوم لعنتی، در حالی که وا ایرهش پیغمبر نمیدانستن آمدن که بکشنشه. خب خلاصه دیگه میگه بسیار امت دلکش نازک امت گریگه کرد که اینا چطور خدا اینا را چطور خواد تو بخشیدی. و زخم بر رخساره پیغمبر علیه السلام آمد و سبب این زخمان بود که سید علیه السلام سپر داشت، چون سید علیه السلام تو یک سپر داشت، یکی خود دندانش شکست کرد سنگ، دیگه یک زخم دیگه در رویش شد یا پیشانیش. میگه این چطور شد؟ یه تو شد که سپر داشت، چون کافران به یک بار حمله به وی آوردن، سید علیه السلام به سپر شمشیرشان را از خود دفع میکرد. این ترکایی خود گرفته بود زیر سپر تو میکرد. این جبرائیل لعنتی وجه نبود که امو را جلوگیری میکرد. خورد و زخم بر رخساره پیغمبر علیه السلام آمد و سبب این زخم آن بود که سید علیه السلام سپر داشت، چون کافران به یک بار حمله آوردن، سید علیه السلام به سپر شمشیر ایشان را از خود دفع میکرد. و این و ابن قمصه یکی بود از کافران، دشمن از آن سید علیه السلام بود، و چون دید که شمشیرهای کافران کار نمیکرد، آن ملعون در آمد و سنگ بزرگ برگرفت و به سر مبارک پرتاب کرد و حلقه سپر از زخم آن سنگ در رخسار مبارک سید فرو شد. ای که تو گرفته بود و از دور یک سنگ کتر گرفت، دیگر ها کت شمشیر میزد بود کار نمیزد، یک سنگ کتر گرفت که میزد دمی سر از امی سپری سپر خورده پیشانی مبارک رسول الله و خونجاری شد. باز ایجا جبرائیل نظامش خبر نیست. باز دیگر چی میشه؟ سید علیه السلام بالاخره از جا گریخت، از اینجا که میگرزه چی میشه؟ و کافران از پیش خود گوها و گورها کنده بودن، اوجا چقوریا کنده بودن و سر آن بریگ و رمل پوشیده بودن، خزه کنده بودن. اتو چقوریا باز سرش یک پوشک مانده بودن که وقتی که لشکر از یا میگرزه باز واد اوجا بفتن، و بر سر آن ریگ و رمل گذاشته بودن تا چون مسلمانان بر کافران حمله برند در چاه ها افتند. و چون این زخما به سید علیه السلام رسید، گوه بود از آن گوها، یا گوه بود، ای گو به نام گوه نیست که ما شما میکنیم، چقوریا را میگن، از آن گوها یا گوها. و سید علیه السلام بر آن برفت و پای مبارکش در آن رفت، پایی نفتید. آل سید علیه السلام دی چقوری افتید، دی وقت که بعد از این کافرها زده در روی مبارکش و دندان مبارکش. پس کافران خواستن که فرو آیند و سید علیه السلام بگیرند، آمدن که ای رزمی چقوری بگیرند. پس مرتضی علی کرم الله وجهه در آمد و در آن حال و طلحه با وی بود، چون یعنی سید علیه السلام و شمش خب ببخشین و مرتضی علی و طلحه آمدن، خود در چقوری انداخت یکیشان اتا از زیر سورین محمد بلندش کردن و دیگهش از بالا محمد عزیز کشیدن. و در این وقت میگه که زخم ها خورده بود محمد، میگه چون سید علیه السلام زخم ها خورده بود و سلاح های بسیار بر خود کرده بود، یعنی ای در این جنگ دمی جا است که دو دانه زره پوشیده بود، دو دانه زره، خود جبرئیل است، ملائک است، چرا دو تا زره بپوشی؟ اما میگه از بس که گرنگ شده بود حرکت کردن نمیتونست، که حال محمد باید از اینجا بگروزه، حال حرکت کردن نمیتونه، هنوز از رخساره مبارکش خون میدوید و آن حلقه های سپر هنوز در روی وی نشسته بود. و مالک ابن سنان پدر ابو سعید خدری بیامد و آن خون از رخسار مبارک سید میشست و پاک میکرد و بعد از آن دهان در آن نهاد و پاک بیاشامید. میگه اول این خونش شوش نمیشد خون میامد، باز دان خودمان همون خونا را خورد. باز دیجه محمد چی میگه؟ میگه محمد گفت هر که خون من به وی برسد آتش دوزخ بر وی کار نکند، تو در جان تو در دان تو خون ما رفته، تو آتش دوزخ دیگه در تو کار نمیتد. یعنی ای را محمد میفهمید که در دنیا ای را یعنی غیب میفهمید. خب خلاصه به امی طریق است باز اینا از ایجا میگروزن به طرف کوه. خب به یک رقم رسول الله مبارک خدا میرسانه در ای بالا، در اوجه میگه یک چی بود؟ یک سنگ بود. آل محمد میخواید سر سنگ بالا شه،
خب کته قدر کالا بالا شده نمیتونه. خلاصه به یک رقم رسول الله از ایجا میگروزه و جان به سلامت میبره و در ایجا لشکر محمد تار مار میشه و شمول حمزه کاکایش که کشته میشه. باز در ایجا یکی از این نفر آمدشم طلحه بود که کشته شد. باز در ایجا میگه محمد گفت این نمیدقه من دیدم که ملائک آمد میشتنشه که ببرنشد جنت. و کاکایش هم باز گفت که خدا با من خبر داد که امیال دلب کوثر هسته. یعنی اینمی کسی که میگفت که شب و روز که جبرئیل رفیق بود و خدا در جنگ دیگه قبیله بنی نظیر که زدن تارمار کردن در دفعه دیگه من گفتم گفت که اینا رفته که امو قلعه بنی نظیر چپه کنه جبرئیل، اما در ایجا جبرئیلش نبود. و در جنگ که اینا میباختن ایره میگفت خدا خواست که شما شهید شوین، یا میگفت خب شما ایمان نداشتین شما را کمک نکرد خدا، اگه ایمان میداشتین بیادر خدا بایق ملک را این میکرد شما یکیت کشتن نمیشدین. اینمی طریق باز اون وقتی که اگه جنگ میبردن غنایم میگرفتن باز چی میگفت؟ میگفت اینی فیصدی ازی از ماست و شما برین او برنامه 1075 مرا بخوانین باز ایران بشنوین یردوی زیر یک جایی اوجا باز میبینین که چیرقمی رسول الله مردم فریب میداد. شما خمار دم میزنین، شما در فکر کشتن مستین، سر ما صدقه شما، ما او را در گردن خود گرفتیم. اما اگه بفهمین که چیرقم فریب خوردین، کی عربا بعد از او که آمدن دیگه مملکت ها را گرفتن، چطور زن اولاد شما را گرفتن از او مملکت چطور بر 500 سال اینا چور و چپاول داشتن تا که چنگیز آمد. چنگیز بالاخره هجوم عرب ها را پشت سر زد و نگفته نمانه که شما عرب ها را مردم بد فکر نکنین، فرهنگ اسلام و تساختشان عرب ها 4 ماه حرام داشتن که حتی دو نمی زدن یک کس را. و اینمی نفرهایی که در جنگ آمد از اردوس کشته شد کلش قریش بود، کلگیش. ما قریش افتخار میکنیم و برش دعا میکنیم، اردوی از یا قریش بود. اما اونمونایی که آمده بود که لشکر محمد تار مار کرد و کلگیش اونمو قریش بود. امونایی بود که اسلام بردن، ابو سفیان سردار لشکر بود در جنگ که محمد شکست داد، اونمو ابو سفیان و دو بچهش معاویه و یزید بود که لشکر اسلام در شام برد، از شام در کل ممالک. در اینمی جنگ عبدالرحمن ابن عوف بر علیه محمد بود و در اینجا یک سرلشکر بسیار کلان دگان بود که بر علیه محمد جنگید. باسپسان امونا با ابو سفیان اسلام در ممالک بردن و به یک لشکر چپاولگر تبدیل شدن. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم.